یکی از مهمترین عوامل در انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا در دهه های اخیر چگونگی شناساندن شخصیت کاندیداها به مردم توسط خود کاندیداست و این ممکن نیست مگر از طریق شرکت در مناظره های انتخاباتی تلویزیونی با حریف و رو در رو نشستن و پاسخ دادن به پرسش ها برای رای دهندگانی که در آن طرف خط نشستند. خط انتخاب نخستین مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به سال 1858 یا 154 سال پیش برمیگردد. در آن سال هفت دور مناظره بین ابراهام لینکلن و سناتور وقت استفان دوگلاس انجام گرفت. مناظره که هیچ اداره کننده ای به جز خود کاندیداها در آن حضور نداشت. پس از آن نیز چندین بار مناظره انتخاباتی بین کاندیداها صورت گرفت. اما مناظره تلویزیونی بین دو کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا در سال 1960 شروع شد. در این مناظره جان اف کندی سناتور دموکرات وقت و کاندیدای حزب دموکرات با ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت و کاندیدای جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا در شیکاگو و در استودیوی خبری CBS بی رو در روی هم نشستند. مناظره ای که جان اف کندی در آن پیروز شد. مناظره تلویزیونی بین کاندیداهای ریاست جمهوری در بسیاری از موارد در مدتی بسیار کوتاه سرنوشت یک کاندیدا را تغییر داده است. در سال 1976 میلادی یک سری مناظره های تلویزیونی بین کاندیداها انجام شد. این مناظره ها از سوی اتحاد زنان رای دهنده حمایت میشد. در سپتامبر همان سال جیمی کارتر کاندیدای حزب دموکرات و جرالد فورد رئیس جمهوری وقت آمریکا که کاندیدای حزب خواه بود و برای دور دوم ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد موافقت کردند که سه مناظره انجام دهند و قرار شد یکی از مناظره‌ها درباره مسائل داخلی، دومی درباره سیاست خارجی و آخری در مورد مسائل روز انجام شود. پرزیدنت فورد قبل از انجام این مناظره‌ها بر جیمی کارتر پیشی گرفته بود و گفته میشد نخستین مناظره که درباره مسائل داخلی آمریکا بود نتیجه مثبتی داشته است اما پس از دومین مناظره تلویزیونی که درباره سیاست خارجی بود و فورد گفت شوروی بر کشورهای اروپای شرقی تسلط ندارد و هرگز در دولت فورد وجود نخواهد داشت برتری خود را از دست داد و جیمی کارتر در انتخاباتی که دو کاندیدا در آن بسیار به هم نزدیک بودند پیروز شد